بعضی پرونده ها با اسمای عجیب و غریبی مشهور میشن. پرونده امروز هم یکی از اوناست. پس با من همراه باشید. سلام. من مرضیه‌ام و با یک ویدیوی دیگه از فیکشن با شما هستم. اگر تازه چنل ما رو پیدا کردید بگم که ما اینجا داستان‌های جنایی واقعی تعریف می‌کنیم. پس اگر به این ژانر علاقه دارید همین الان ما رو سابسکرایب کنید و با زدن زنگوله کنارش از ویدیوهای ما باخبر بشید. میرم سراغ پرونده‌ای که قراره دربارش صحبت بکنم. پرونده توی استرالیا روایت میشه. من خیلی یادم نمیاد آخرین پرونده‌ای که توی استرالیا بررسی کردیم کی بوده، اما میدونم که یکم دور بوده، یه زمانی میشه که ما نرفتیم به استرالیا. توی این پرونده هم قراره بریم به شهر دابو توی سال 2013، زمانی که سارا تارنت 24 ساله یک دهه بوده که با دوست پسرش لوئیس رز در ارتباط بوده. اما طبق معمول میریم عقب، برمیگردیم به اول این یک دهه ارتباط، جایی که این دو نفر با هم دیگه آشنا شدن و میخواستن وارد ارتباط بشن. سارا 15 ساله بوده و لوئیس 24 ساله. خب این تفاوت سنی برای خانواده سارا، در حقیقت مادرش، خیلی سنگین بوده. سارا وقتی خیلی کوچیک بوده مادر و پدرش از هم جدا شده بودن و مادرش تنهایی اون رو بزرگ کرده بوده. از نظر مادر سارا اینکه اون بخواد با یک پسری که یک دهه از خودش بزرگتره در ارتباط باشه، پسری که خیلی واضح رفتارهای خشونت طلبانه نشون میده، اصلا چیز خوبی نبوده. سارا رو تحت فشار میذاشته که با این آدم رابطش رو پیش نبره، رابطش رو جدی نکنه و نخواد خیلی توی ارتباط عاطفی بمونه. از اون طرف سارا خیلی اصرار داشته که با لوئیس تو ارتباط بمونه. حقیقتش من نمیدونم قانون استرالیا چه شکلیه، اما میدونم توی خیلی از کشورها ارتباط با یک نفر که زیر سن قانونیه خیلی وجهه خوبی نداره و حتی ممکنه که پیگرد قانونی داشته باشه. سارای 15 ساله با لوئیس 24 ساله در ارتباطه و خب اتفاقا رابطهشون رو هم دارن خیلی جدی پیش میبرن. فشارهای مادر سارا بیشتر میشه. اون اصلا دلش نمیخواسته که این دو نفر با هم در ارتباط باشن. سعی کرده به سارا بیشتر سخت بگیره، سعی کرده لوئیس رو بیشتر جلوی سارا خراب بکنه تا اینکه اون قانع بشه از این ارتباط بیاد بیرون. اما در نهایت همه این سختگیری‌ها منجر به اتفاق دیگه ای میشه. سارا با لوئیس فرار میکنه و میره خونه اونها و با اونها زندگی میکنه. اگر میگم اونها، به خاطر اینه که لوئیس زندگی مستقلی نداشته، اون با مادرش زونیا توی یک خونه زندگی میکرده. سارا هم میره پیش اون و اونجا با هم دیگه شروع به زندگی میکنن. خیلی هم نمیگذره، یعنی در حقیقت سارا 17 ساله بوده که اولین بچهش رو به دنیا میاره. بعد از اون هم صاحب 3 تا بچه دیگه میشن. پس حالا اونها توی یک خونه 6 نفر بودن. 4 تا بچه، سارا، لوئیس و زونیا مادرش رو هم اگه حساب بکنیم در حقیقت میشه 7 نفر. یک خانواده 6 نفره با مادر لوئیس توی یک خونه زندگی میکردن. به ظاهر توی خونه همه چیز خوب بوده، یک خانواده خوشبخت بودن، بچه ها رو دوست داشتن، با هم ارتباطشون خوب بوده. اما بیرون خونه لوئیس یه سری مشکلات جدی داشته. قضیه این بوده که، البته یک توضیحی رو اینجا بدم، الان اینها دارن توی شهر نیوکاسل زندگی میکنن، نیوکاسل استرالیا ها، نه نیوکاسل انگلستان، و هنوز نرفتن به اون شهری که اول ویدیو براتون گفتم. قضیه رفتن به این شهر هم خودش یک داستانی داره که الان میخوام در موردش صحبت بکنم. گفتم که لوئیس بیرون خونه آدم درد سرسازی بوده. اون توی شروع جوانیش عضو یک گروه موتور سوار شورشی خلافکار شده بوده که حسابی هم در مورد اینکه کسی از گروهشون خارج بشه سخت میگرفتن. چجوری؟ یعنی که اگر کسی توی جوانیش عضو این گروه میشده، اگر میخواسته بیاد بیرون حسابی براش درد سرساز بوده. اینا خیلی دوست نداشتن کسی از گروهشون بره بیرون، راجب کارهایی که میکنن حرف بزنه، راجب جاهایی که میرن حرف بزنه، و خب به لوئیس هم خیلی روی خوش نشون نمیدن. لوئیس وقتی که با سارا وارد ارتباط شده بود و حالا بچه داشتن، خیلی واضح گفته بوده که دیگه نمیخواد با اونها همراه بشه. و خب از اونجایی که این گروه خیلی راحت با خودشون اسلحه حمل می‌کردن و در مواقع ضرور از این اسلحه هم استفاده می‌کردن، اصلاً برای این خانواده گروه امنی نبودن. همین موضوع باعث میشه که خانواده اونها، یعنی زونیا، لوئیس، سارا و 4 تا بچه‌شون چندین بار جابجا بشن، برن جاهای مختلف،
و در نهایت به شکل کامل نقل مکان کنند به شهر دابو. این نکته رو بگم که نیوکاسل تا دابو تقریبا 650 کیلومتر فاصله است و این اولین باری بوده که سارا از خونش و شهرش اینقدر دور می شده. اما خب برای اینکه در امان باشن می پذیرن که این سفر رو انجام بدن. این شهر جایی بوده که لوئیس و مادرش زونیا اونجا زندگی می کردن. اصلا لوئیس اونجا به دنیا اومده بوده، کلی آدم رو توی اون منطقه می شناختن، کلی ارتباط تو اون منطقه داشتن و شهر بچگیاش بوده. اما برای سارا این شهر خیلی خوشایند نبوده دیگه، هیچ کس رو نمی شناخته، با هیچ آدمی در ارتباط نبوده، بچه هاش بعد می رفتن یک مدرسه جدید، یک محیط جدید بوده و خیلی براش سخت بوده که بتونه با آدم ها ارتباط برقرار بکنه. وقتی می رسن به این شهر یکم زمان احتیاج داشتن تا بتونن یک خونه پیدا کنن که مناسب زندگی 7 نفر آدم باشه. تو این فاصله زمانی زونیا میره سراغ یکی از دوستای قدیمیش به اسم ریموند راف. ریموند همبازی و هممدرسه‌ای بچگیای زونیا بوده. اونا با همدیگه بزرگ شده بودن، خب پس در نهایت هم همسن بودن دیگه. این زمان ریموند 51 ساله بوده حدوداً. با همدیگه خیلی ارتباط خوبی داشتن و البته این رو بگم که تقریباً زمان 2012. اومدن به این شهر. ریموند چند سالی می شده که همسرش رو به خاطر سرطان از دست داده بوده. یک پسر همسن لوئیس داشته که ازدواج کرده بوده، رفته بوده سر زندگی خودش و خیلی زیاد احساس تنهایی میکرده. وقتی متوجه میشه که زونیا و خانوادهش اومدن به این شهر، خیلی استقبال میکنه، بهشون میگه که بیایید خونه من بمونید تا وقتی که یک جای پیدا کنید بتونید خودتون رو جمع و جور کنید، یه خونه مناسب پیدا کنید و برید اونجا. خب زونیا و لوئیس و سارا هم استقبال میکنن، میان خونه اون و اونجا یه مدتی رو میمونن، تقریبا 10 روز، تا در نهایت توی خیابون آلفرد یه خونه پیدا میکنن که مناسب زندگی این تعداد آدم بوده. اما ارتباط ریموند با اینها قطع نمیشه. میومده خونهشون، میرفته بهشون کمک میکرده. در کل از پیدا کردن این آدمها خیلی خوشحال بوده. خیلی نمیگذره که لوئیس توی این شهر جدید آدمهایی که در گذشته میشناخته رو پیدا میکنه. یکی از این آدمها یک آقایی بوده به اسم همیش. دوست قدیمی لوئیس بوده، با همدیگه بچگی و نوجوانیشون رو گذرونده بودن و خیلی ارتباطشون در گذشته خوب بوده. به واسطه فاصله افتادن بین شهرشون یک مدتی از همدیگه بیخبر بودن. بعد از اینکه لوئیس و همیش همدیگه رو پیدا میکنن، هی با هم وقت میگذروندن و توی وقت گذروندن ها لوئیس متوجه میشه که همیش از نظر مالی به مشکل خورده. یه بچه کوچیک داره، همسرش نیست، توی پسنداز کردن، تامین خونه خیلی مشکل داره. پیشنهاد میده به همیش که تو هم بیا با بچت توی یکی از اتاقای خونه ما زندگی بکن تا فرصت پیدا بکنی خودت رو جمع و جور بکنی. حالا شما یک خونه رو تصور کنید. سارا زندگی میکنه، لوئیس زندگی میکنه، زونیا، 4 تا بچهشون، همیش، بچه کوچیکش و این وسط ریموند هم هی میاد توی خونه و میره. یعنی رسما یک خونه‌ای که حسابی شلوغ بوده. ارتباط ریموند و سارا کم کم با همدیگه خوب میشه به خاطر اینکه هر دوشون خیلی احساس تنهایی میکردن. سارا مردم این شهر رو نمیشناخته و ریموند هم تازه همسرش رو از دست داده بوده و این حس تنهایی و دور افتادن این دو نفر رو به همدیگه نزدیک میکنه. یه جور مثل دوست تراپی با همدیگه درد و دل میکردن، با همدیگه صمیمی بودن. یک شب سارا پیام میده به ریموند و میگه که پلیس رو خبر بکن، بگو بیاد خونه ما. قصه این بوده که برخلاف چیزی که همه فکر میکردن، برخلاف حرف همیش در مورد لوئیس که میگفته اون یه خرس عروسکیه با ظاهر خشن، یک پدر خوبه، یک پسر خوبه، اون شب توی خونه حسابی دعوا شده بوده و همین دعوا منجر به کتککاری شدید بین لوئیس و سارا شده بوده، جوری که لوئیس موهای سارا رو گرفته بوده و اون رو روی زمین میکشیده. بعد از اینکه ریموند تماس میگیره با پلیس، پلیس میاد دم در خونه، اما سارا گزارش خشونت نمیده. به پلیس میگه که معذرت میخوام که وقتتون رو گرفتم و چیزی نیست. در نهایت پلیس از اون خونه میره. این نشون میده که روابط این زوج توی خونه واقعا مشکل دار بوده. اصلا ما هم خوب نبودن، با هم حسابی مشکل داشتن و این زمان سارا 24 سال است. توی 25 ژوئن 2013 زونیا مادر لوئیس تصمیم میگیره که یک سفر کوتاه 1 هفته‌ای بره. میره سفر و چند روزی نبوده. توی این زمان هم خب سارا توی خونه غذا درست کرده بوده، منتظر بوده لوئیس میاد خونه، با هم دیگه غذا میخورن
و نشسته بودن. لوئیس خوابالود بوده، سارا هم سرش تو گوشیش بود و داشته پیام میداده. همیش میاد توی خونه و وقتی لوئیس رو میبینه به نظرش یکم عجیب غریب بوده. بهش میگه که چیزی مصرف کردی امشب؟ مثلا حالت خوبه؟ چیزی کشیدی؟ لوئیس میگه که نه، من قرص مسکن میخورم به خاطر دردی که توی گردن و کمرم دارم و الان خیلی حالم خوب نیست، به خاطر اون خوابم میاد. همیشه بهش میگه که میخوای با هم وقت بگذرونی؟ میگه نه، من فقط دلم میخواد که برم توی تختم و طولانی بگیرم بخوابم. همیشه هم قبول میکنه، هرچند که ته دلش حس میکرده که اون شب لوئیس چیزی مصرف کرده. میره اتاق خودش و لوئیس هم میره و میخوابه. صبح روز بعد زندگی به ظاهر شروع میشه. همه میرن دنبال کاراشون. نزدیک ظهر میشه، سارا میاد بیرون، میره یه سری خرید میکنه برای خونه و اتاق خوابشون، برمیگرده و خبری از لوئیس نبوده. تقریبا آدمهای اطراف میدونستن که لوئیس یکم عجیب و غریب هست. گاهی اوقات میره، چند ساعت ازش خبری نیست. اما زمان که میگذشته این چند ساعته هی بیشتر و بیشتر میشد. همیش کم کم نگران لوئیس میشه. وقتی که این نبودنه میرسه به یک روز، بهش پیام میده، میگه که ببین اگه دلت نمیخواد به کسی بگی کجایی، اگه رفتی یه ذره خودتو گم و گور کنی چند روزی نباشی، هیچ اشکالی نداره، بیا به من بگو، من قول میدم که جاتو به کسی نگم، مثلا نمیخواد جاتم بگی، فقط به من یک خبری بده که حالت خوبه. اما لوئیس جواب پیام رو نمیده و همیش بیشتر نگران میشه. از اون طرف سارا زندگی عادیش رو پیش گرفته بوده و اصلا دغدغه‌ای نداشته که حالا برم پلیس گزارش کنم. انگار خیلی براش مهم نبوده که لوئیس نیومده خونه، حتی خوشحال هم بوده. یک هفته میگذره، کمتر از یک هفته، حدوداً 5 روز. زونیا برمیگرده خونه. زونیا با خواهرش برگشته بوده، یعنی خاله لوئیس. و وقتی میرسه خونه و متوجه میشه که لوئیس خونه نیست و چند روزی هم هست که خونه نیومده، نگران میشه. میگه که باید به پلیس گزارش کنیم. و خب خیلی سریع سارا و ریموند، اگه یادتون باشه همون آقای 50 ساله‌ای که دوست قدیمی زونیا بوده، میرن اداره پلیس و گزارش مفقودی لوئیس رو ثبت میکنن. زمانی که گزارش مفقودی رو ثبت میکنن، سارا به پلیس میگه که مدتی بوده که اون گروه موتور سوار لوئیس رو تهدید میکردن و لوئیس گفته بوده که از اینها میترسه، ممکنه بیان سراغش. پلیس وقتی حرفا رو میشنوه از قضا این گروه رو هم میشناخته و میدونسته که ازشون هر کاری برمیاد، خلافکارن، اسلحه دارن، ممکن از اون اسلحه استفاده بکنن و گروه خطرناکی هم، پس براش منطقی بوده که اینها بیان سراغ لوئیس. میره شروع میکنه خونه رو گشتن. سارا گفته بوده که ممکنه شبونه دزدیده باشنش. توی بررسی ها مشخص میشه که بسته تنباکو و موبایل لوئیس هم خونه نیست و انگار که با خودش برده. از طرفی تئوری نیمه شب دزدیده شدن لوئیس برای پلیس منطقی نبوده، به خاطر اینکه گفتم که اون خونه پر آدم بوده، از در و دیوارش آدم میریخته. چطور ممکنه که یه گنگ موتور سوار خشن بیاد توی خونه یک نفر رو نصف شب بدزده ببره و هیچ کس تو خونه بیدار نشه، اصلا صدایی هم نشنوه؟ خلاصه که پلیس توی اون خونه به خیلی چیزا مشکوک بوده و حرفهای سارا مشکوک ترشون میکرده. یکی دیگه دلایل مشکوک بودنشون این بوده که زمانی که اینها توی نیوکاسل بودن و این گروه موتور سوار لوئیس رو تهدید میکردن، لوئیس رفته بوده اداره پلیس و گزارش شکایت ثبت کرده بوده. چطور بوده الان که دوباره داشتن تهدیدش میکردن همچین کاری رو نکرده بوده؟ و این هم برای پلیس مشکوک بوده. پلیس حس میکرده که یک جای کار میلنگه. احتمالاً توی پرونده‌های گم شدن به این نظریه پلیس خیلی برخوردید. عموماً وقتی فردی گم میشه، نزدیک‌ترین آدم‌ها بهش مظنونای اولیه پلیس هستن. در مورد گم شدن لوئیس هم نزدیک‌ترین مظنونین 3 نفر بودن: سارا، ریموند و همیش. پلیس می‌خواسته بفهمه کدوم یکی از این آدم‌ها انگیزه دارن که بلایی سر لوئیس بیارن، گم و گورش بکنن، بکشنش یا هر چیزی. این 3 نفر رو دوباره میاره اداره پلیس و شروع میکنه باهاشون صحبت کردن. خیلی زود متوجه میشه که سارا و ریموند با همدیگه توی ارتباطن. حالا از کجا میفهمه؟ خیلی ساده. ریموند اسم سارا رو توی گوشیش هات سکسی یا میمامی سیف کرده بوده. و توی اداره پلیس این قضیه لو میره. خب حالا پلیس انگیزه رو پیدا کرده بوده. احتمالاً پای حذف رقیب مطرح بوده. یعنی ریموند و سارا با همدیگه لوئیس رو که
بزرگترین مانع عمومی کردن ارتباطشون بوده رو از وسط برداشته بودن. حالا پرونده وارد فاز جدیدی میشه. دیگه پلیس به این فکر نمیکرده که لوئیس خودشو گم و گور کرده، رفته جایی، ولی به این فکر میکرده که احتمالاً کشته شده. پلیس میره خونه و این بار با یک دیدگاه دیگه‌ای شروع میکنه گشتن خونه. پلیس میفهمه که خب شب حادثه تمام دوربینای امنیتی قطع شده بودن، چراغای خودکار که با حضور آدم‌ها روشن میشن قطع شده بودن، هیچ نشونه‌ای نبوده از کسی که وارد خونه شده. اما اونا میان دقیق تر میگردن و توی شکاف سیمان زمین متوجه قطرات خون میشن. قطرات خون رو منتقل میکنن به آزمایشگاه و خیلی زود مشخص میشه که متعلق به لوئیس رس بوده. همزمان که پلیس داره بیشتر میگرده، یک ماهیگیری توی رودخونه یه چیز عجیبی روی آب میبینه. یک ملافه خیلی بزرگ، یک ملافه‌ای که معلوم بوده مال روی تخته. خب ماهیگیر میدونسته که اینجور زباله ها چیزی نیست که آدم ها بیان بندازنش توی رودخونه، مگر اینکه بخوان از دستش خلاص بشن. به خاطر همین هم زنگ میزنه به پلیس و ملافه رو میاد پلیس جمع میکنه، میبره و روش آزمایش میکنه. مشخص میشه که روی ملافه یه سری موی سگ وجود داره. این زمان چون پرونده لوئیس باز بوده، خیلی زود معلوم میشه این موهای سگ، موهای سگ ریموند راف. توی ماشینش هم پر بوده از این موها. ماشینش رو که بررسی میکنن، بررسی های کامل، میبینن که عقب ماشین مقداری خون ریخته، مقداری موی سگ و قوطی های خالی آرام بخش ویژه بیمارای سرطانی. حالا ماجرای رابطه ریموند و سارا چی بوده؟ بیایید برگردیم به سال 2012، وقتی که این خانواده اومده بودن به این شهر. کم کم ارتباط ریموند و سارا با همدیگه خوب میشه. اگه یادتون باشه گفتم که اینها با هم درد و دل میکردن، به همدیگه اعتماد کرده بودن، با همدیگه حرف میزدن. اما کم کم این رابطه به یک لول دیگه ای میرسه. ببینید این دو نفر 25 سال با همدیگه تفاوت سنی داشتن. ماجرا هم خیلی زود میرسه به یک مرحله جدیدی، جایی که سارا وقتی شوهرش توی خونه بوده، بچه هاش توی خونه بودن، میره توی یک اتاقی و یواشکی از خودش عکس‌های برهنه میگیره و میفرسته برای ریموند. این رابطه در مارس 2013 وارد یک فاز جدیدی میشه و اون هم رابطه جنسی بین این دو نفر. جالبه بدونید که از اونجایی که این دو نفر توی محله همدیگه آشنا بودن، گفتم که 10 روز این خانواده خونه ریموند زندگی کرده بودن و ریموند هم به واسطه ارتباطش با زونیا این خانواده خیلی میومد و میرفته، امکان این رو نداشتن که تنهایی برن خونه همدیگه برای اینکه با همدیگه ارتباط جنسی داشته باشن. در نتیجه سوار ماشین می شدن، می رفتن اطراف شهر، زیر پلا، کنار رودخونه، لب ساحل و اونجا با همدیگه رابطه جنسی داشتن. طبق چیزی که پلیس متوجه میشه، روزی یک بار دو بار این کار رو انجام می دادن. یه سری نامه پیدا می کنن، نامه هایی که این دو نفر برای همدیگه نوشته بودن. خیلی مشخصه که سارا و ریموند اصلا یک جور دیگه ای داشتن و همدیگه نگاه میکردن، برنامه ریخته بودن برای آیندهشون. سارا به ریموند میگفته که تو مرد خیلی خوبی هستی، تو میتونی پدر خوبی برای بچه هم باشی، من کنار تو میتونم آرامش داشته باشم. از اون طرف ریموند هم مدام به سارا میگفته که تو زندگی من را تغییر دادی، تو به من دوباره انگیزه دادی، من تونستم یه جور دیگه ای به زندگی نگاه بکنم. و این کامل نشون داده که فاز ارتباطشون خیلی هم جدیه. میرسیم به می 2013. یک مدتی از ارتباط اینها گذشته و سارا میفهمه که بار داره. احتیاج به آزمایش نبوده. خودش میدونسته که این بچه متعلق به ریمونده، نه لوئیس. وقتی خبر رو به ریموند میده، واکنشی که میگیره واکنش متفاوتیه. ریموند بهش میگه که ببین، من نمیتونم تحمل بکنم که تو بچه منو به دنیا بیاری، لوئیس بزرگش بکنه، لوئیس بخواد تربیتش بکنه. گفتیم که لوئیس آدم خشونت طلبی هم بوده، هم خشن بوده، هم بد اخلاق بوده یه وقتایی و ریموند رو اینا حساس بوده. تو بخوای بچه من رو توی خونه اون به دنیا بیاری، اون هیچ وقت نفهمه من باباشم. بهش یک اولتیماتوم 3 هفته‌ای میده. میگه ببین 3 هفته فرصت داری که تکلیفت رو با لوئیس مشخص بکنی و از ارتباطت بیای بیرون و بریم با هم دیگه زندگی بکنیم، بچه‌مون رو بزرگ بکنیم، وگرنه من خودم این کار رو انجام میدم. خب خیلی کفه ترازو به سمت ریموند برای سارا سنگین بوده دیگه. میدونسته که نمیخواد با لوئیس ارتباطش رو ادامه بده، میخواد بره با ریموند زندگی بکنه، ارتباط با اون آدم رو میخواد
در نتیجه تصمیم میگیره که هر طور که شده این خبر رو به لوئیس بگه. از اون طرف لوئیس خودش فهمیده بوده که یک ارتباطهایی بین سارا و ریموند هست. یک شب توی خونه بودن، با هم دیگه دعواشون میشه، کار به کتککاری خیلی شدید میکشه. سارا میره سمت گوشی و به ریموند پیام میده که به پلیس زنگ بزن. اگه یادتون باشه این تیکه رو اول داستان براتون تعریف کردم. خب ریموند با پلیس تماس میگیره، خشونت خانگی رو اعلام میکنه، پلیس میاد پشت در خونه و در کمال ناباوری سارا از بهترین فرصتی که برای حذف قانونی لوئیس داشته استفاده نمیکنه و به پلیس میگه که هیچ اتفاقی نیفتاده. ما نمیدونیم اون شب توی خونه چه اتفاقی افتاده، چه حرفایی رد و بدل شده، اما همین کار سارا باعث میشه که احساس توهین و تحقیر برای ریموند چند برابر بشه. اون عصبانی بوده از اینکه سارا بهترین فرصتش رو از دست داد. میتونست با گزارش کردن این خشونت لوئیس رو از خونه دور بکنه، میتونست این رو بهونه‌ای بکنه که ازش جدا بشه، از ارتباط باهاش خارج بشه، بیاد بچه‌هاش رو با خودش بیاره، اما این کار رو نمی‌کنه. ریموند عصبانی به سارا میگه که ببین اون 3 هفته داره تموم میشه و اینجوری که من میبینم تو خودت نمیتونی کاری بکنی، پس من نقشه رو میریزم. یه سری قرص خواب‌آور میده به سارا، میگه که اینها رو بریز توی غذا و بده به لوئیس بخوره، بقیه کارها رو خودم انجام میدم. این قرص‌ها متعلق به افرادی بوده که بیماری سرطان تو مرحله حاد داشتن، در نتیجه حسابی قوی و خواب‌آور بودن. خب سارا با خودش فکر میکنه که من چطور این داروها رو بخورونم به لوئیس که نفهمه، توی غذا متوجهش نشه، و گزینه‌ای که به ذهنش میرسه پوره سیب زمینیه. میگه که خب تو پوره سیب زمینی متوجه نمیشه دیگه، این بهترین گزینه است. اون شب وقتی زونیا رفته بوده سفر، خودشون فقط توی خونه بودن، شام درست میکنه، توی پوره سیب زمینی یا عالم قرص خواب‌آور میریزه. و یک نکته، این پرونده به قتل پوره سیب زمینی مشهوره. توی پوره سیب زمینی قرص میریزه، شام رو با هم میخورن، نشسته بودن. اینها رو اول اپیزود براتون تعریف کردم، گفتم که لوئیس خوابش می اومده، سارا روی مبل نشسته بوده، سرش تو گوشی بوده و داشته به ریموند پیام میداده. به ریموند میگفته که الان نیا، هنوز بیداره. از اون طرف ریموند بهش میگفته که حواست باشه، دوربینای مداربسته رو خاموش کنی، چراغای خودکار رو قطع بکنی، درو باز بذاری، حواست باشه به همه چیز نفهمه. و از این طرف سارا منتظر بوده که لوئیس خوابش ببره. همیش میرسه، متوجه میشه که رفتارهای لوئیس طبیعی نیست، اما با خودش میگه که خب لابد چیزی مصرف کرده. میره توی اتاقش میخوابه، از اون طرف لوئیس خوابش میگیره، میره تو تخت میخوابه و سارا پیام میده به ریموند که حالا بیا خوابید. اون شب ریموند از دوربین های مدار بسته خاموش رد میشه، در باز بوده، میاد توی خونه. سارا 2 حوله گذاشته بوده توی اتاق خواب و وقتی ریموند میره توی اتاق خواب، سارا از اتاق میاد بیرون. توی گزارش ها نوشته شده که همیش میگه که اون شب نیمه شب من یک سایه‌ای رو دم در حس کردم و وقتی نگاه کردم دیدم که توی تاریکی سارا دم در وایساده و وقتی متوجه شد که من بیدار شدم بدون هیچ حرفی رفت. فکر میکنم که سارا داشته چک میکرده که همیش بیدار نباشه، نیاد بیرون، سر جاش خوابیده باشه. بعد از این اتفاقا ما میدونیم که ریموند لوئیس رو میکشه. میدونیم اونقدر خشونت آمیز میکشه که ملافه ها خونی بوده و خون روی زمین ریخته بوده. اون رو میپیچه لای ملافه، میاره پایین و بعد به سارا میگه که من نمیتونم تنهایی سوار ماشینش بکنم، تو هم بیا به من کمک بکن. سارا میره پایین کمک میکنه، بدن لوئیس رو میذارن توی ماشین و ریموند میره. توی این بازه زمانی سارا و ریموند تصمیم گرفته بودن که مفقود شدن لوئیس رو به پلیس گزارش نکنن تا فرصت پیدا کنن که یک داستانی بچینن و حرفاشون رو با همدیگه یکی بکنن. دوربینای امنیتی نشون میده که اون شب ریموند رفته به یک منطقه عمومی، یک جای ماشین رو پارک کرده، بدن لوئیس رو کشیده بیرون و از دید دوربینای امنیتی خارج شده. خب این اتفاقاتیه که اون شب افتاده. تا زمانی هم که زونیا میرسه مسئله پلیس رو مطرح میکنه و برای اینکه خیلی دیر نشه سارا و ریموند میرن اداره پلیس و اعلام مفقودی میکنن. این زمان ما داستان رو میدونیم، اما پلیس هنوز جزئیات کامل رو نمیدونه چون این 2 نفر هنوز شروع نکردن به صحبت کردن.
در نهایت بعد از چندین ساعت بازجویی سارا شروع میکنه صحبت کردن و همه این چیزایی که من تعریف کردم رو برای پلیس تعریف میکنه. توی اتاق کناری ریموند یک کلمه حرف نمیزنه. میگه من کاری نکردم، من کسی رو نکشتم، اتهامایی که دارید به هم میزنید دروغه و حاضر نمیشه هیچ کدوم از اتهامات رو بپذیره. سارا توی صحبتاش میگه که من نمیدونم که توی اتاق چه اتفاقی افتاد. زمانی که اونجا بود من نبودم، ندیدم. حتی میگه که ریموند به من نگفت که قصد داره لوئیس رو بکشه. گویا پیام‌هایی هم که بینشون رد و بدل شده این موضوع رو تایید میکنه. هیچ وقت ریموند به سارا نگفته بوده که قصد قتل لوئیس رو داره. اما ما میدونیم که رفته کمک کرده، جنازه رو گذاشته توی ماشین، حوله گذاشته، یعنی میدونسته قرار خونریزی اتفاق بیفته. اما خب به شکل مستقیم از این ماجرا اطلاعی نداشته. توی اتاق بازجویی کناری ریموند داره میگه که من قتل انجام ندادم. به واسطه اینکه سارا صحبت کرده و ریموند صحبت نکرده، ما میدونیم که لوئیس کشته شده، اما نمیدونیم چطور کشته شده و نمیدونیم جسدش کجاست. حقیقت ماجرا اینه که از سال 2013 تا 2023 که الان توشیم هنوز هم هیچ کس نمیدونه. ریموند یک کلمه نگفت که لوئیس رو چطور کشته، با چه وسیله‌ای کشته، چند بار بهش ضربه زده. همواره گفت بی‌گناهم. و با اینکه دوربین‌های مداربسته گرفتن که جسد رو از ماشین خارج کرد، اما به خاطر اینکه از دید دوربین‌ها خارج میشه، جسد لوئیس هم هیچ وقت پیدا نشده. دادگاه‌ها شروع میشن و بررسی میشه اتهاماتی که به این آدم‌ها وارد شده بوده. توی دادگاه اول از همه ریموند به اتهام قتل محکوم میشه. اون محکوم میشه به 32 سال حبس که باید حداقل 24 سالش رو میگذرونده. در نظر داشته باشید که اون موقع 52 ساله بوده. اما بعدن به حکمش اعتراض میکنه و در کمال تعجب هم حکمش تغییر میکنه، تبدیل میشه به 25 سال زندان که حداقل باید 18 سالش رو در زندان باقی بمونه. از اون طرف این حکم خیلی بر من عجیبه. از اون طرف سارا محکوم میشه به منسلاتر. اگه دقیق میخواید بدونید این منسلاتر چیه، ما توی اپیزود دفاع مشروع راجبش توضیح دادیم. یک لولی از اتهام قتل که انقدر درجه جرمش پایینه که ممکنه فرد اصلا آزاد بشه بعد از مدت کوتاهی، و این اتفاق اینجا هم افتاده. اون محکوم میشه به 10 سال و 8 ماه حبس که فقط 8 سالش رو توی زندان میمونه. بعدش میتونسته درخواست آزادی مشروط بده. از اونجایی که پرونده سال 2023 اتفاق افتاده، من خیلی گشتم که ببینم حالا دوره محکومیت رو کامل گذرونده یا همون 8 سال رو گذرونده اومده بیرون یا نه، اما به نوعی دیگه اخبارش پوشش داده نشده و مشخص نیستش که چه اتفاقی افتاده. اما در هر حالت میدونیم که سارا آزاده، به خاطر اینکه اصلا دوره محکومیتش تموم میشه بعد 10 سال دیگه، ولی ریموند هنوز توی زندانه. سارا توی همین زمانه، در زمانی که زندان بوده، بچهش از ریموند رو به دنیا میاره و مادر خودش، همون مادری که خیلی اصرار داشته که این با لوئیس وارد ارتباط نشه، بچه رو بزرگ میکنه تا اینکه خود سارا بیاد بیرون. و خب چون نمیدونیم سرنوشتش چی شده، اصلا نمیدونیم برگشته پیش مادرش، برگشته پیش بچهش یا برنگشته. این ماجرای قتل پوره سیب زمینی بود، اتفاقی که به همین اسم مشهور شده، یا لم مقاله راجبش نوشته شده و برای من خیلی اسم عجیب و غریبی بود. نمیدونم، سرنوشت آدم ها از یک جایی شروع میشه و یک جایی تموم میشه و این خیلی عجیبه. نظر شما رو دوست دارم در مورد این پرونده بدونم. اگر شما توی سرچاتون چیز بیشتری راجع به این پرونده پیدا کردید، حتما با ما در میون بذارید. ما از خوندن نظرات شما لذت میبریم. اگر به ژانر جنایی علاقه دارید و این اولین ویدیو از کانال ماست که میبینید، باید بگم که ما اینجا همیشه داستان‌های جنایی تعریف می‌کنیم. پس همین الان ما رو سابسکرایب کنید و اگر توی دوست و آشناهاتون آدم‌هایی هستن که به این ژانر علاقه دارن، ما رو به اونها معرفی کنید. ممنونم که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید. امیدوارم که شاد باشید.